سلام. برید بیرون. سلام مادر. نبینم مادر عزیز من آزرده خاطر باشن. حرفتو بزن و برو. من اومدم اینجا که شما حرف بزنید و سبک بشین. بزنید. چوب مادر گله. دوا نداره چوب مادر، برای همین نمیزنه. باز چوب میزنیم کسی رو که ترد انداخت به دل مادر. چوب میزنی، جرأت نداری بهش بگی بالای چشمت ابرو. یغما، بازم یغما، بازم یغما. همیشه یغما. چه سر نفهم من دو دستی خودش انداخته توی جا این زن. بگید بگید بگید، خودتون رو سبک کنید. بگید چیه؟ فکر کردی مثل بقیه ازت میترسم؟ از همون روز اول که این زن رو دیدم نگفتم بهت عادی نیست؟ گفتم یا نگفتم؟ از کجا فهمیدی مادر؟ تو از کجا فهمیدی که یغما از همون روز اول نازاست؟ نازا هم هست، خودتو نزن به اون را. یعنی تو نفهمیدی غیر عادیه؟ چی؟ عادی نیست؟ جن زده. جن زده. مادر تو یغما رو مجنونشم کردی، دیوانشم کردی. خودت باز کردی دهنم. پسر من زنم، میفهمم حسادت زنانه یعنی چی. این حسادت نیست. وقتی نگاه میکنه به بچه های کوشانه، نگاهش از سر حسرت نیست، انگار یه چیزی میره تو پوستش. بس دیگه مادر، دیوانه شدی تو. من دیوانم؟ اونه؟ نگاه کن به من، نریز تو خودت. وقت ازم به خودت. ندیدی چه میکنه با پسر هورناز؟ مادر، مادر من، چرا هرچی که هست رو بزرگش میخورید؟ یغما پسر هورناز رو دوست داره. همین دوستی خال خرسه. پس چرا هورناز بچه ها رو قایم میکنه؟ چرا حرفای نامربوط میزنی مادر؟ آن؟ داری کینه تو خالی میکنی؟ برو بیرون، برو بیرون. برو بیرون. Thank you.
خب بچه ها مامان اومد، خودتون بازی کنید. خسته نباشی. خدا استخونم خورد شد تو این دوشگی از بس بالا و پایین پرید. به خاطر شما هم که شده باید بدم این جاده رو صاف کنم. فکر میکنی تو بازار شیراز کیو دیدم؟ توی بازار اوکب خانوم، زن قوام. نه بابا، بی بی کتاب و جهان پسند. خوبه آزاشون؟ آره، دارن مراسم عروسی میگیرن برای جهان پسند و علیار. علیار؟ از طایفه خودشونه. میخوام به ملک بانو پیشنهاد کنم برای همه دخترهای دم وقت این لباس نو بخره. از این پولا خرج نمیکنه. مخارج همه پای کوشانه. اینجوری ملک بانو هم میشه بانوی ایل. که چی بشه؟ خب با هدایا میریم مراسم عروسی جهان پسند و علیار. طایفه پازن و پازن اونقدر از نوئل پول میگیره که به این پولا احتیاجی نداشته باشه. با تدبیر تو امروز ایل پوسان خدم و حشم و مال زیاد پیدا کرده، ولی نباید پازن رو دست بدی. بهشون تفنگ بده، فشنگ بده که نیفتن تو چنگ نوئل. مثل پدرت نباش که میترسید از پازن. پازن که قوی بشه و پشتت باشه هیچ ایل و طایفه جرأت نمیکنه قد علم کنه جلوت. پایدار خان معترض میشه. تو بگو همه مخارج پای کوشانه. بذار فکر کنم بهش. سلام. به به. نامدار خان. نامدار خان. سلام. روز شما نامدار خان. خوش آمدید. خوش آمدید. مبارک باشه آقا داماد. مبارکه. دست شما درد نکنه. خوشبخت. مبارک. مبارکه. مبارکتون باشه. خوشبخت باشید. مبارک. مبارک باشه. مبارک باشه. مبارکه. دخترم جلوی چشمش رو ببین. کیهان و
خدا بند پیرون خدا بند مو قلم چون دروغ را بنبر بشست سر نام کرد آفرین از نخست بدان برترین نام یزدان پاک برخشند خورشید و آرمد خاک بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بعد نسپریم نباشد همین نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار جوان مردی و راستی برگزین که این از فرهنگ آیین دین این نامدار خان زرنگتر از اونی که فکر میکرد خبر دارم که همه ترسیدن ازش حتی شوکت خان ببینی جوان شهری چه کرد با این هیله از هم پاشیده با اون طایفه یاقی خاک بر سرمون اراده کنین جبران میشه تو گوزفندهی که داره محتشم شده حالا با توفنگ چیاشم میشه میرزا خشمشم خاک بر سرم نفرمایید حضرت اشرف اگه این طور پیش بره خطر جدی میشه برای ایلاد خمسه شنیدم وجیع و محبوبم شده وای اگر رعیت هم جذب بشه به او خاک بر سرمون نگین حضرت اشرف این همه فدایی و خادم خدمت شماست اراده کنین تا از ریشه در بیارن از ریشه؟ بله از ریشه کدوم خادم؟ کجاست فدایی؟ فرصت بدید حضرت اشرف شما یه بار اون آفت از ریشه در آوردید خاطرم نیست نه فقط یه مش خائن و ترسو دوباره بر من سبز شد ما که نمردیم حضرت اشرف نبینی هر روز یه شلوار خیس آویزون روی بند اونی که یه بار ریشه کن کرد بازم میتونه چه؟ دورا؟ دورا با میگی؟ به درد لای جرز میخوره این پیزوری فزرتی بسپرید به من نگاه نکنیم به دیلاقی فلفل آخه قرقرو و به درد نخور شده از وقتی که پسرش مشروط خواه شد و رفت زندان به هم ریخت تموم شد رفت همون که گفتم به درد لای جرز میخوره بسپرید به من حضرت اشرف
شکاره چکار کنم قربان؟ حال خودت. بریم بریم بریم. کاری نداریم؟ نه. سلام آقا، خوش آمدین. سابقه نداشت با این حال برگردی از شکار؟ مهم نیست. نگفتم به تو که اینها دارن نفر جمع میکنن؟ عروسی کی بودین؟ دختر جان پسند؟ عروسی نه، لشکر آرایی. لشکر آرایی. بیاد داری که چقدر تیر انداخت اون شب طایفه پازن؟ حتی زن و دخترها. این همه گلوله از کجا میاد؟ از میراثی که مال تو و هورناز و ورتاج و بقیه است، به چه حقی خاص خرجی میکنن؟ طایفه پازن از قدیم تیرزن و جنگ آور بودن. به اندازه یه تمام تیرهایی که یه عمر زدن تیر در کردن اون شب. میدونی یعنی چی؟ دخل و خرج این همه فشنگ از کجا میاد؟ پازن جنگی ترین طایفه بوهیرآباد، حاضرن پیشمرگ نامدار خان و ملک بانو بشن. نامدار خان داره برای خودشون قشون و فدایی جمع میکنه. الان هیچ ایلو ایل خانی جرأت نداره قد علم کنه جلوی نامدار خان. قوی تر که بشه جلوی قوام هم میست. ملک بانو لباس نو کرد تن همه دخترای دم بخت. معرکه‌ای به پا کرد که هم عزیز و وجیه جلوه کنه، هم توف بندازه توی صورت منو. خون بگیریم و گورمونو گم کنیم برای همیشه. نگفتی چرا ناراضی برگشتی از شکار؟ با علی نقی داشتیم، کپکارو جمع میکردیم، صدای شلیک شنیدم. شاید. خوب خوب رد شد، از بالای سرم رد شد. تو بودی هدفش، بی برو برگرد. یعنی نقی جمعید اطراف رو نگاه کرد، معلوم نشد کی بوده و از کجا بوده. از کجا میدونی اما؟ اون که قصد کرده پایدار خانه از جلوی راش برداره توی تاریکی میسته. پس قرار بود بعد از اون معرکه بیوه کنن یغمار. نه، زود این حرفا. من تاریکی رو میبینم اما من مطمئن نیستم.
وقتی جسد شوهرم رو میذارن توی گور. چطور ثابت کنم به اون که ساده لوح و گول بوده؟ من اولش ساکتم، فقط میشنوم، میریزم همینجا. بعد یه دفعه میزنه به قلبم، وقت با همین مشتم، با همین مشتم میزنم خورد و خاکشی میکنم هر کسی که جلوم باشه، حتی اگر خوب باشه. خوبه، ولی این مشت باید اونقدر کوبنده باشه که اون مزاحم فرصت نکنه حتی با 10 مشت محکم تر جواب بده به تو. میرشکار. بله خانم. کی تیر زد به پایدار خان؟ ما صدای تیر شنیدیم، رفتیم گشتیم، کسی پیدا نکردیم. خودت فکر میکنی کی بوده؟ پایدار خان یه خود بدگمان شده خانم. بر علیه پایدار خان حرف میزنی؟ من غلط بکنم بر علیه خان حرف بزنم؟ برو برو دیگه. چشم. جناب شاهباز. سر بفرمایید پایدار خان. حضرت اشرف. سلام عرض شد قربان. سلام. بفرما بفرما بشین. در بسته هست؟ خیالتون راحت هست؟ نه خوب شد اومدی. انگار هرچی غم تو عالم هست آوار شده روی این قلب من. دق نکنم خوبه؟ من مثل که مصدی اوقات شدم. نه خوب شد اومدی. میبینی پایدار خان، میبینی تو چه دنیای پستی زندگی میکن. قربان حرف بزنید، هیچی نباشه حداقل سبک میشید. قربان شنیدم مظفر الدین شاه افتاده تو بستر و امیدی هم به سلامتش نیست. بله رویا. میگن ولیعهدم که قول داده بگیر و ببند راه بندازه و بیرق مشروطه رو بخوابونه. اینجا هم که در مملکت فارس و بحیرآباد و از هر روز بدتر میشه. میترسم کار از کار بگذارم. مملکت فارس تا شما رو داره از دست نمیره قربان. من اینکه معروف بودم به اینکه ظرف وجودم زیاده و هر مصیبتی رو میتونم تحمل کنم، الان دیگه نمیتونم تحمل کنم. نمیتونم. کی فکرشو میکرد مشروطش یا اینقدر مکار و سیاس باشن؟ این چیزا با حرف حل نمیشه. چرا به دوستان نزدیکتون اعتماد نمی کنید قربان؟ تقسیم کنید این درد رو تا
تخفیف پیدا میکنه. میترسم نتونی تحمل کنی. خودم میگم چرا باید باعث درد و رنج بهتری دوستانم بشم. قربان شما، من دوستی به خاطر همین روزهاست. نگران نباشید، من تحملم بالاست. نه نیست. چرا نه؟ ظرف من کوچک و طاقت ندارم، با پایدارخان فرق داره، برای همین خبرشون کردم. نه بدلم برات شده، نباید بگم. بسپرید به من. اصلا استعداد دارم قربان. چی بگم من؟ هر چه شد به گردن من. بله. دوراب، دوراب. دوراب. حضرت اشرف اینجا تشریف دارن. پایدار خان قول داده از کوره در نره و خدای نکرده بلایی سر کسی نیاره. بله آقا. اگر این دوراب هم ظرف وجودش کوچک بود، زنده نبود الان. زنده مونده تا حرف راست بزنه. شنیدی که دوراب؟ بگو، فقط حرف راست. بگو به اون چیزی که قلب تو رو له کرد و به این روزت انداخت. آخه قربانت برم، جلوی پایدار خان بگو، بگو اون چی که گفتی به من و به این روزم انداختی. بگو. اما ندارم حضرت اشرف. امان دادم بهت؟ بگو. در امانی، به حکم حضرت اشرف در امانی، به مقدساتم قسم در امانی. بگو. وقتی فتح‌الله خان جانم به فداش تیر خورد و زمام امور افتاد دست نامدار خان، خدای آهی کاش می بردم. متوجه شدم که این پسر می خواد همه یه ارث و میراث پدرشو یک جا تصاحب کنه. تصمیم گرفتم به خان بگم. خیلی سخت بود، ولی کاش این کار رو میکردم. نامدار خان که متوجه خطر حضور من شد، منو انداخت بیرون. چرا اصل قضیه رو درز میگیری؟ بگو تو عصبانی نشدم. چشم چشم، رخصت بدید سخت گفتنش.
شک پایدار خان به من بیمورد نیست، ولی باور کنید، باور کنید من فریب نامدار خان رو خوردم. بگذارید حرفم بزنم، بعد به پایدار خان حق میدم که هر بلایی خواست سر من بیاره. تهدیدم کرد که بیرونم میکنه، که دودمانم به باد میده. در عوض وعده کرد که اگر حرف گوش کنم صاحب شغلم هستم، دست که طلای انگلیسی به هم انعام میده، پسرم هم تحت حمایت اون قرار میگیره. اون روز نهس که کاش نبود توی زندگی من، قلعه دور خلوت کرد تا من نفهم دمک نشناس دمک دان بشکنم و بنی نعمت خود. خدایا من چه کردم؟ اون مرد پاک مسموم کردم. خدایا خدایا اعتراف کردم که شاید بخششی. بس نیست حضرت اشرف؟ نه، یه غلطی کرده، باید تا تهش بره. چطور بگم؟ دایا وقتی خان محمید مسموم شده خیانت ازم پرسید چرا این کار کردم، اونم با ولی نعمت خودم. همون موقع پشیمون شدم، به فکر چاره افتادم، اعتراف کردم و اظهار ندامت. خان گریه کرد. آخ سوختم. سوز اون گریه از زخم صد بیشتر دردناکتر. بعد گفت اینکه پسرم به دست امین‌ترین مباشرم جام شوکران داد به من، از این سم مهلک کشنده تره برای من. خواستم که نجاتش بدم، با اجازه نداد. گفت بذار بمیرم و خلاص بشم از این دنیای کثیف پست. خدایا بکشی بنده سرافا گناهکارت. آروم باش دکتر مستر. آهای تو یه بار شنیدی مستر؟ من هر روز ببین چی میکشم. همینقدر بهت بگم که نامدار خان به قولش عمل نکرد، اخراجش کرد، سکه هم بهش نداد، حتی بهش گفت که اگر صداش در بیاد او رو به جرم قتل فتح الله خان میکشه. پسرش هم که بیا
باز بگو با پسرش چه کرد. اطاعت گویا نامدار خان که سوکار داره تو تهران. چی بگم؟ تهمت مشروط خواهی زدن به پسرش، انداختنش زندان، اونم زمانی که ولیعهد به هیچ کس رحم نمی کنه. خدا حضرت اشرف، حضرت اشرف، دکتر مستر خبر کنید، دکتر مستر. خدا به خیر کنه. من بیشتر نگران حضرت اشرف بودم. میبینی پایدار خواب؟ میبینی با چه دشمنهایی سر و کار داری؟ حضرت اشرف وقتی شنید دوبار تا پای مرگ رفت. ما نمیخواستیم دو بشه سه. به من گفت، محکم گفت که این رازو باید به گور ببریم و هیچ وقت نباید فاش بشه. ولی حقیقت اینه که ترسیدیم، نگران جان شما بودیم. فهمیدیم بعد از پدر نوبت پسره. شما تو دل حضرت اشرف جا دارین. به من گفتن به هر قیمتی شده حتی جانت میری و به پایدار خان خبر میدی. ما نگران شما بودیم. پایدار خان، پایدار خان، حالتون خوبه؟ دست پیشتر، پیشتر. پایدار خان حالش خوش نیست. با کالسکه تا قلعه دور همراهش کن، ببرش. اطاعت قربان. قربان. شما به من حقوق میده. باید با تمام قدرت بیستیم، بیستیم پشت نامدار خان. تو فکر میکنی ما پشت تو خالی میکنیم؟ نامدار خان توصیه فرمودن بری شکار. کاش نمیرفتیم. میرم. میریم شکار، به خاطر برادر میریم.